تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. نوې کابل بانک یو ځل بیا د خصوصي کېدو داوطلبۍ ته وړاندې شو. په دغه داوطلبۍ کې 15 شرکتونو برخه اخیستې وه چې له هغې جملې څخه افغاني شرکت جان سټاک او د پاکستان مسلم کمرشل بانک نهایي لست یا شارټ لست ته وتلي دي. مشران جرګه اوس وایي چې د پاکستاني کمپنۍ یا د پاکستاني بانک شارټ لست ته شاملول او په دې بانک باندې د افغانستان د نوې کابل بانک خرڅېدل به د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو سره به دا جدي او ملي خیانت وي. دوی وایي چې پاکستاني کمپنۍ ته باید دغه بانک ونه سپارل شي او دلایل هم دا وایي چې په دې بانک کې زموږ د سرتیرو کوډونه دي او زموږ د سرتیرو معلومات دي. هغه اساس او مهم کوډونه باید پاکستان ته په لاس باندې ورنه شي. دې تر څنګ ویره هم دا ده چې د پاکستاني بانک ته که دغه بانک پرول شي نو هغو محرمو کوډونو ته پاکستاني بانک لاسرسي پیدا کړي چې هغه محرم دي او هغه پټ دي. د مسلم داسې ویل کېږي چې د مسلم کمرشل بانک د تېرو ولسمشري ټاکنو په مهال باندې د یو نوماند انتخاباتي کمپاین هم تمویلوه. دا چې کومې ستونزې به راولاړي کې او له بلې خوا ګټې به څه وي که پاکستاني بانک دغه نوی کابل بانک واخلي. رښتیا هم هغه کوډونه او محرم معلومات چې زموږ د اردو او زموږ د عسکرو دي هغه که پاکستان ته په لاس باندې ورشي دا به څومره جدي سرخوږی پیدا کړي. په ننني بحث کې پر همدې مسلې باندې خبرې کوو. بښنه غواړم د یادولو وړ دا هم ده چې مسلم کمرشل بانک په اړه باندې داسې ویل کېږي چې دا د پاکستان له استخباراتو سره هم اړیکې لري. په بحث کې راسره ښاغلی سید صفی الله هاشمي د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال راسره بحث کړی. بسیار خوش آمدید هاشمي صاحب. خوش آمدید میگم شما چرا نگران هستین یا مشران جرگه چرا نگران است که اگر مسلم کمرشل بانک نوی کابل بانک به خراب چی مشکل را ایجاد میکنه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران گرامی تکنیکی شما و همچنان بینندگان گرامی کابل نیوز. قسمی که شما فرمودین کابل بانک یا نوی کابل بانک یکی از بانک های بسیار معتبر افغانستان است که با سیستم بسیار عصری بانکداری تجهیز شده و بعد از اینکه موضوع فساد مالی در این بانک برملا شد دولت کنترل از این را به دست خودش گرفت. ولی در اواخر چنین به نظر می رسد که بازم دولت می خواهد که این بانک خصوصی بسازه. البته این بانک قرار معلوماتی که از قبل است حدود 18 میلیارد دا افغانی جایداد داره و همچنان 22 میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری ابتدایی بوده و 112 نمایندگی در سرتاسر کشور داره. یعنی از جمله معتبرترین بانک‌های افغانستان به شمار میره. بله. و تا جایی که معلومات است تمام مزد و معاش کارمندان دولت، اکثرا کارمندان دولت و پرسنل قوت‌های مسلح افغانستان از طریق بانک پرداخته میشه. اونا کار دارن و کودهای خاص خود دارن. اگر که از لحاظ قانون بانکداری در رقابت آزاد میتونه که هر کشوری اشتراک بکنه کدام ممانعتی از لحاظ وجود نداره. اما کشور تا کشور داره. تشویش نگرانی مجلس سنا از این بابت است که کشور پاکستان چنانچه در تمام موارد چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ اقتصادی و سیاسی با افغانستان تعهدات که باید به با اساس یک همسایه داری نیک انجام بده در او استوار نبوده و همیشه پاکستان مردم افغانستان نظر به مداخلاتی که داشته و تثبیت هم است باعث یک همسایه خوب نمی بینن. یعنی یک همسایه تلقی می کنن که هم در مورد صلح و ثبات افغانستان و هم در مسائل داخلی افغانستان دسترازی میکنه و استخبارات پاکستان ISI همیشه تلاش ورده تا نفوذ خود در کشور قائم بکنه و امنیت و آسایش مردم افغانستان را برهم بزنه. این فکر است که تمام مردم افغانستان داره. یعنی این مشکل پاکستان داره باید سر پاکستان فروخته نشه. دیگه کشورها اگر باشه مشکل نداره. بحث اینجاست بسیار باشین سناتور صاحب. بحث اینجاست که حالا این کدا که شما میگین که محرم است و کدای دقیق و معلومات هست
چه نوع یک معلومات است؟ یعنی واقعا آنقدر مهم است که اگر پاکستان به سیستم پیدا بکنه دیگه وضعیت خراب میشه؟ اما کارتای زنا که دیده شود در او اسم و ولد و محل سکونت و قطعه مربوطه و وظیفه و تمام گپایش در اینجا موجود است. یعنی از سر تصالی قوات های مسلح افغانستان و یعنی از کارمندان دولت در اینجا همو آدرس مشخص و مشورت مشخصتون در این درد می باشه که به اساس از او و این کود می داشته باشه. یعنی شما مطمئن هستین که به این کودا یا به این معلومات پاکستان دسترسی نداره؟ خب ای که از کدام طریق دسترسی داره او بحث علاج است، ولی ای که از طریق بانک مشخصا بتونه که ای به این دسترسی پیدا کنه ای واقعا بسیار خطرناک است. یعنی واقعا دسترسی نداره؟ شما مطمئن هستین که به این مسائل بسیار مسائل عادی شهرت یک کارمند دولت است که کجا کار میکنه، اسمش چی است، خانش در کجاست، به این معلومات دسترسی نداره؟ به صورت عموم شاید نباشه، ولی ایده شاید وجود داشته باشه که شهرت و مثلا مشخصاتش یا محل کارش گپاش بر زنا معلوم باشه، ولی به صورت عموم که ببینیم تمام اساکر و نیروهای مسلح افغانستان یا کارمند دولت که تعدادشون حدود زیاد میشه دیگه، از 3 لک نفر قبل حدودا زیاد میشه، این شاید که به صورت عموم دسترسی نداشته باشه، ولی در کابل بانک چون سیستم بسیار اصلی است همین کودها به صورت عمومی وجود می داشته باشه، و اگر این به دسترسی پیدا شود یقینا که برای نیروهای مسلح ما و برای قوات های امنیتی یعنی یک خطر بسیار جدی پنداشته میشه. اما وزارت مالیه که کدام بحث مطرح میکنم میگم شرایط را که ما گفتیم و شرایط که وضعیت اقتصادی افغانستان و فایده و مفاد افغانستان در اون نفته است، مسلم کمرشل بانک و جان ستاک کالی را پورا کرده شرایط؟ خب از لحاظ خود اقتصادی ملی ما فکر کنیم که اگر یک بانک معتبر افغانی بتونه که برای بانک دسترسی پیدا کنه و ایره خریدار کنه، یعنی واقعیت این بسیار مفید و بسیار پرارزش است به تناسب که یک کشور خارجی و مخصوصا کشور مانند پاکستان که در او من پیشتر بر شما عرض کردم که مردم به او اعتماد نداره و اصلا باعث یک دشمن رو تلقی میکنن و داد و معامله با ایتور یک کشوری که همیشه امنیت مردم اخلال کرده، همیشه به افغانستان به سوی نیت نظر داشته و همیشه در مسائل افغانستان مداخلات داشته، و اخیرا ما شما میبینیم که در مسائل صلح که در افغانستان صلح و ثبات به در مذاکرات سال در سایر مسائلی که هسته همیشه دوگانه بازی کرده، و یه طور یک کشور که عملا دشمنی از به مردم افغانستان ثابت باشه و یا مردم او را دشمن تلقی کنه یک بی‌اعتمادی را برای مردم به وجود میاره، که معامله با یه طور یک کشور دیگه خودش در حقیقت معامله با دشمنی افغانستان محسوب میشه. اما آنچه که سیاست حکومت افغانستان است یا حکومت وحدت ملی افغانستان، اونا هیره میگن که بالاخره باید منطقه و کشورهای متخاصم مثل پاکستان که در مسائل امنیتی افغانستان دست درازی میکنن و مشکلات ایجاد میکنن، اینا را باید با یک زنجیر اقتصادی بستن مایم تا که بتانیم که از طریق اقتصاد ثبات در افغانستان حاکم بکنین. شما مطمئن هستین نظر به این سیاست که این حرف شما پذیرفته میشن؟ این یک گپ بسیار درست است که یکی از مسائلی که باید بتونه که منطقه را در صلح و امنیت بیاره با وجود آوردن پروژه های اقتصادی و داد و معاملات اقتصادی است که میتونه کشورهای منطقه را به همدیگه خود پیوست بده و وصل بده، ولی باز ما برای شما گفتم که اگر اطمینانی وجود داشته باشه و سوء استفاده از این محرمیت ها و از این کوتا صورت نگیره، ما پیشتر برای شما گفتم که در رقابت آزاد او کسی که شرایط برابر بکنه هیچ باکی نیست، ولی باز ما برای شما گفتم که تشویش سنو عزیز که کشور تا کشور داره، او کشوری که عملا در صلح امنیت افغانستان و عملا مسائل داخلی افغانستان دسترازی میکنه، شاید که از این سوء استفاده جدی هم شود و یک مقدار معلومات کافی از قوات های مسلح و سایر کارمندان دولت و دسترس استخبارات پاکستان برسد، چون که در معلوماتی که هست از طریق سایت هایی که آدم میبینه شاید که استخبارات پاکستان خودش در این بانک دست داشته باشه، و چون شاید هم وجود داره که این بانک با یک نوع با استخبارات پاکستانی رابطه هم داره. و در ضمن آیا شما هم خبر دارین که بانک در وقت انتخابات ریاست جمهوری کمپانی یکی از کاندیدا را
تمویل خب این موضوع است که نو افشا شده نو افشا شده و ما شخصا سابق آگاهی نداشتم که اینطور یک کار صورت گرفته باشه و نو افشا شده که یعنی بانک در کمپاین انتخاباتی به نفع یکی از نامزدان ریاست جمهوری سرمایه‌گذاری کرده و او را تمویل کرده. خودش میرسونه که این بانک یک بانک تجارتی، یک بانک اقتصادی، یک معاملات اقتصادی را انجام بده نه، بلکه یک بانک سیاسی است، یک بانک است که تحت نظر استخبارات پاکستان ای میخواد که نفوذ بکنه به بعضی مسائل محرمیتی که در این بانک وجود داره و سایر اسراری که در افغانستان موجود است. و در زمان فکر میکنین که یعنی بالاخره حکومت یک نوع وادار شده یا به اصطلاح امتیاز میده پاکستان؟ ای بحث هم داخل است؟ ای که حکومت چه تصمیم میگیره او نظر به فکر خودش و سلیقه خودش و تدابیر خودش او بحث علای دست است. یکی مردم چی تصور میکنه باید حکومت بر اساس خواستا و نیازمندی ها و تقاضا ها و همون پیشنهادات و نظریات مردم نماینده های مردم باید تصمیم خود بگیره عمل بکنه و بهتر است که همین به شکل شفافش گفته شد نه به شکل از این که مثلا وزارت مالیه میگه دیگه کدام مشکل وجود نداره و بالاخره این قرارداد یا این داوطلبی از طریق کابینه باید الفاظ شوه این گپ از هسته. ولی که تشویش مردم چی هست؟ در بسیاری موارد باید حکومت تشویش و خواسته و نیازمندی مردم رو در نظر بگیره و به صورت شفاف باید اعلان شود که اینی مطالب در این معامله یا در این داوطلبی وجود داره، سوء استفاده صورت نمیگیره، تضمین های باید وجود داشته باشه هر معامله که صورت میگیره، به خاطر از اینکه بانک یک بانک ملی است، یک بانک است که بسیار یک شهرت خاص خود داره و از اهمیت خاص خود در مسائل اقتصادی افغانستان برخوردار است. یک بانک عادی نیست که هر کس بخواهی هر کاری رو بکنه. ناگزیر باید نظر مردم، خواست مردم، نماینده مردم در اینجا گرفته شود و همون چیزی که واقعا بتانه که منافع و مصالح مردمی افغانستان و کشور را تامین بکنه به اساس از او باید تصمیم گرفته شود. اما فکر نمیکنیم که پشت پرده ممکن چیزای دیگه در فروش کابل بانک و یا مسلم کمرشل بانک وجود داشته باشه؟ حالا گفته میشه که یکی از کمپاین کاندیدای ریاست جمهوری تمویل میکرد، بعض وقت بعض مسئله حوالجات میگه که پیسه آمده و پیسه رفته، این مسائل یعنی پشت پرده بعضی از گنگوس ها است. بر شما می تو معلوم است که واقعا این چیز جریان داره؟ ما در مسائلی که با سیاست خارجی افغانستان است، چون یک سیاست خارجی مدون نیست، یک سیاست نیست که مقطعی است با هر کشور، هر قسمی که اینا دلشون خواست ما تو دادم. یعنی ما مطلب می بود که ریشش پیش از انتخابات است، مسلم کمرشل بانک پیش از انتخابات حتی اینجا و وقتی که افشا میشه که در انتخابات دست داشته و یکی از نامزدها رو تمویل کرده، یقینا که در این پلان گذاری شده که پیش از او باید تدابیر گرفته شود تا بتونن که در اینجا نفوذ پیدا کنن و از این استفاده صورت بگیره. در مسائل مربوط به سیاست حکومت وحدت ملی نه تنها ما بلکه حتی خود بزرگایی که در حکومت دسترسی دارن ابهامات وجود داره و پشت پرده شاید مطالب وجود داشته باشه که از آن مردم پنهان است. ما هم میره میخواهیم که هر مطلبی که هر تصمیم گرفته میشه، هر مطلبی که پیش روی دولت هست باید به شفافیت با مردم گزارش داده شود و نظر مردم خواسته شود تا ابهام و تا همو تشویشی که مردم داره او رفع باشه. و در زمان اگر اطمینان داده شود که دیتابیسی که در کابل بانک هستی مسئول است، باز ممکن است که با کمرشل بانک معامله صورت بگیره؟ گپ سر اعتماد است. اگر اینطور یک اعتماد قوی به وجود می آید که واقعا می تونه که اینمی کودها و اینمی اسرار که در کابل بانک است سوء استفاده نمی شود و مورد دستبرد قرار نمی گیره و از این به ضرر مردم افغانستان استفاده نمی کنه، ما پیشتر برای شما گفتم باش کشور می تونه که معامله صورت بگیره. ولی ترجیح چی است؟ ارجیت چی است؟ آگاهی اقتصادی هم اینمی میگن که بهتر است که با خود افغان های داد معامله صورت بگیره، در صورتی که اگر جوینس استاک افغان افغانستان هم تانسته باشه که در این شرایط برابر باشه، چرا با اینا معامله صورت نگیره؟ بحث هم اینجاست که جاینت استاک هم به یک نوع امتیازات بیشتری از مسلم کمرشل بانک به دولت افغانستان داده. بله. یعنی جایی نیست که ما اونمو اولویت به داخل افغانستان بده، مثل که حکومت وحدت ملی و دکتر سپهر روانی میگه که اولویت مسائل داخلی افغانستان داره.
حالا که اگر جان استرایک امتیازات بیشتری هم داده باشه، فکر نمیکنین که خوب خاطی بود که به جان استرایک داده شد؟ من قبلا برای شما گفتم که هر داد معاملی که در افغانستان صورت میکنه با خود افغانستان صورت بگیره، این مفیدیتش هم از موثریت زیاد هم داره و از لحاظ ملی هم این اما یک تأثیری خوبی خود می داشته باشه نسبت به اینکه ما بریم با یک بانک خارجی ولا هر بانکی باشه این را بعد از اونها کالا بتیم. اگر این تو امکانات موجود باشه و افغانها خودشان توانمندی از این داشته باشن که امتیاز بیشتر به دولت بتن و این بانک سر پا استاد بکنن و از این سو استفاده صورت نگیره و مورد اعتماد باشه، چرا نه، باید خود افغانها این کار بکنن. بله، در صورت که امتیازات بیشتری هم داده باشه دیگه حق افغان است. خب حالا اگر وزارت مالی هم میگه که ما کدام تشویش نداریم و این مسئله را واقعا میره کابینه و کابینه را تصویب میکنه، فکر میکنین که این بخش باید اولویت داشته باشه؟ شما یا مشوران جرگه در مجموع یک پیشنهادش به حکومت وحدت ملی نیست که امتیازات به کمپانی افغانی بتن؟ بخاطر که حالا میره کابینه میره یقینا در نتیجه گیری که جناب رئیس مجلس سنا داشتن و همچنان دیگه سناتور سبا که این بحث مورد رای گیری قرار گرفت و کلی سناتور سبا به این نظر بودن که بهتر است که همین معامله از این ابهامات خارج شود، از این سر و صدا دور ساخته شود، به خود افغان ها و با بانکی که توانمندی و امتیاز زیادتر به حکومت افغانستان میده و از خود افغانستان این معامله صورت بگیره. حالا شکی که بالای حکومت افغانستان وجود داره، میرن با احسای توافقنامه امضا میکنن و شما مطمئن هستین که بالاخره ای بانک نمیتونه برش؟ نه، از این خاطر تشویش است که باید این کار نشود. ما تفاهم‌نامه استخباراتی که با پاکستان امضا شد داوود چقدر تشویش مجلس سنا بود که این تفاهم‌نامه میتونه که به نفع پاکستان بوده باشه و بعضی اصرار که افغانستان داره او به نفع خود ایره کشف کنه و از استفاده بکنه و این مسائل هم عین شکل مورد بی‌اعتمادی است. اگر خود افغان ها وجود داشته باشند و امتیاز بیشتر بتن و از لحاظ ملی هم تاثیر مثبت داشته باشه، پس چرا این معامله صورت بگیره؟ چی ضرورت است؟ و بحث دیگه اینجاست که یکی از تشویشایی هم است که این مسئله اقتصادی است و قدر مشکل جدی نداره، امیال دیتابیس اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی و کل افغانستان در دست امریکا است، امریکا به او دسترسی داره، زمین افغانستان در دست امریکا است و فضای افغانستان به دست امریکا است، به او دسترسی داره. میگه که اگر بخواین پاکستان خو امریکایی هم میتنه این معلومات. ما سعی بکنیم که از او حالت قبلی خود برسیم. اگر ما قرار بایی باشه که در یک اکتفا بکنیم که همه چیز ما را مردم خبر داره دیگه، ما همو خصوصیت ملی خود و همو منافع ملی خود و همو افتخارات ملی خود به حساب نادیده بگیریم و بگذاریم. اما این رو خواهم انکار کرده نمیتونه که امریکا خبر نداره. بله؟ امریکا خبر نداره، یعنی از این انکار شده نمیتونه. ما برای شما عرض کنم که فعلا ما در شرایط افغانستان قرار داره که همه چیزی ما را از خود ما که خارجی ها بهتر خبر دارن. این کاملا واضح است، برای اینکه خود ما مصروف کارهایی هستیم که مربوط سلیقه شخصی ماست ولی دیگه به اساس یک هدف و یک خاص مشخص در اینجا پای خود دراز کردن و در اینجا دستاوردی میکنن. یعنی اگر با امریکا باشه پس فکر نمیکنن که ایران به پاکستان با آسانی تسلیم داده میتونن؟ و باید این کار نشه از لحاظ قانون بین الدول و از لحاظ اخلاق چی میگن بین المللی کار باید صورت نگیره و وقتی که دوست میگن، وقتی که خود همکار حساب میکنن، وقتی که خود پشتوان مردم افغانستان حساب میکنن، پس نباید این خیانت به مردم افغانستان بکنن. اگر میکنن در حقیقت یک خیانت بسیار بزرگ است. بله، تشکر هاشمی صاحب. بس دیگه قضیه و دوسیه کابل بانک هست که جنجالی شده و تابال حکومت نتانسته که قضیه را حل بکنه و قرضایی که بالای مردم سوره از چون پول مردم افغانستان سوره پس از اون مردم ها بگیرن، فکر میکنن که اگه این به خصوصی شدن میرن و بالاخره قرارداد میشه، ای دوسیه هم بسته شه یا ای دوسیه باید تعقیب شه و تعقیب ضرور داره؟ بله، مهمش اینه میستا وقتی که داد و معامله صورت میگیره باید حساب کابل بانک همراه مقروزینش باید کاملا تصفیه باشه. او کسایی که فساد کردن اونها به پنجه قانون باید سپرده شوند و اگر این به سرنوشت باقی بمانه و این پول پایداروا می باشه و تصفیه نمی باشه، خودش در حقیقت این سرمایه عمومی بانک چقدر میشه تخمین میشه؟ ما با کدام سرمایه میتونیم که بانک در مورد تو طلبی قرار بدیم؟ آیا این قروض جمع شده و این قروض اگر جمع شده خب ما میفهمیم که جمع نشده تو اونش شامل بودجه یا شامل سرمایه عمومی نوی کابل بانک میشه یا نمیشه؟ بله بله، این بسیار مهم است که قروض شامل همین سرمایه محاسبه میشه یا نمیشه. اگر نمیشه پس این قروض با چی میشه؟
در کدام حساب باز انتقال داده میشه اگر این داوطلبی صورت بگیره؟ این خودش یک بحث بسیار مهم است. تا این معامله فیصله نشوه در حساب شخصی روزمره خود ما شما اما ترسته تا که ما قروض خود تصفیه نکنیم و باز بریم او قرض پایدار و بانه بریم یک معامله دیگر انجام بدیم، خودش یک بی‌اعتباری است دیگر. خودش یک معامله اعتبار بانک هم زیر سوال میاد، اعتبار بانک زیر سوال میاد، خودش یک معامله نامشروع جایز نیست. و در ضمن شما فکر میکنید که اراده وجود داره و دستایی که در قضیه نوی کابل بانک در قضیه کابل بانک است و بالاخره حکومت اراده سیاسی زیر داره که موضوع را حل بکنه؟ یک و نیم ساعت از عمر سال و از عمر حکومت وحدت ملی میگذره، متوال نتیجه بر اساس وعده که جناب رئیس جمهور که جدید آمدن و وظیفه اشغال کردن دا یک ما باید حساب کابل بانک تصفیه می شد، ولی آهسته آهسته واضح شد که حکومت نمی تانه که با او فساد بزرگ بزرگ که توسط افراد بسیار سرشناس که در دست داشته و این پول ها قسمت اعظمشان به خارج انتقال داده شده تا هنوز نتانسته که تصفیه کنه، حتی قضیه همونطور به ابهام قرار داده شده و مردم تا هنوز نمی فهمه که مسئله کابل بانک فسادی که در کابل بانک صورت گرفته و تصفیه قروض مقروضین از این چگونه هست داره بر مردم وضاحت دیده نشده و در قسمت یکی از ناکامی حکومت وحدت ملی است. و در ضمن همی محرمیت کودا یا محرمیت اسناد ملی افغانستان اگر مطرح میکنیم، بسیار مردم شما هم تشویش دارین و دیگه مردم هم تشویش داره که واقعا این مسائل بسیار محروم نیستن. اگر بس تذکیره میشه یکی از پرسش ها و یکی از نگرانی هایی است که تذکره الکترونیکی ممکن بسیار مسئول نباشه، در این بخش فکر نمیکنیم که مشخصا اداره امنیت ملی باید متوجه زیاد باشه و این مسئله باید محرم باشه؟ اگر بحث مثلا مکالمات تلفنی را میکنیم یا محرم نیست؟ ما شما خوب دیدیم در انتخابات گذشته که صدای مردم بیرون کشیده شد، پس امیر نشان میده که این مسائل محرم نیست. بله، شما ببینید که سر و صدا به خاطر چیست، تشویش به خاطر چیست؟ ما که میگیم که ضعف در مدیریت است، در کجای مدیریت است؟ خب هر بخشی از ارگان های قوت های مسلح که ما اگر میبینیم، اگر وزارت دفاع، وزارت داخل است یا ریاست امنیت ملی است، وظایف مشخص خود می داشته باشه، اونا باید دسترسی داشته باشن، اونا باید مطمئن باشن، اونا باید تحت کنترل داشته باشن این مسائل، بسیار جدی فعالیت کنن، بسیار خوب مدیریت باید شود. خب تاسف اینه که در بسیاری مسائل که ما میبینیم مدیریت درست وجود نداره و از این سبب است که بسیاری کارها اما قسمی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره. و این بخش محرمیت اسناد هم همین مشکل داره؟ بله بله، حتما همه کودا و همه اسنادهای که ملی افغانستان بسیار بسیار باید مسئول باشه، بسیار باید سیف باشه، بسیار باید یک محرمیت خاص قرار داده باشه که بعدش اساس هر کس قرار داده بشه. نه تنها کودا بلکه بسیار مسائل دیگه است که در داخل دولت وجود داره، اسنادهای دولتی، محرمیت رازهای دولتی، حرفای است که باید امنیت ملی خودش باید تحت نظر داشته باشه و بدانم بفهمه که هاشمی سبی بحث مطرح نشده، در چند سالی بحث مطرح نشده اما نگرانی جدی بوده. فکر نمیکنین که جای ازی رسیده مشران جرگه و لیسی جرگه و نهادهای ملی مردم افغانستان باید این بحث مطرح بکنن با حکومت که بالاخره شما امی اسناد و امی محرمیتی ها را در کجا نگاه میکنین، چگونه نگاه میکنین؟ بله یقینا اگر مسئول نیستند و چرا مسئول نیست؟ یکی از وظایف عمده رئیس جمهور است. بله بله، این همی مسئله که در مورد داوطلبی کابل بانک نو به وجود آمده و این سر و صدا بار آمده، ما یقین دارم که در آینده فشار وارد خواهد شد در مورد دیگه مسائل هم که باید اینا رو دسترسی داشته باشن و تسلط کامل داشته باشن سر اسرار و محرمیت هایی که در داخل حکومت وحدت ملی یا نظام یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این هر بخش باید وظیفه خود به صورت درستش انجام بده تا ما تسلط داشته باشیم که بتانیم که اسرار حفظ باشه و دشمن در اون نتانه که نفوذ بکنه. و ای بحث شامل حاکمیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم میشه؟ چرا نه؟ بله بله، چرا نمیشه؟ وقتی که ما از تمام مسائل در ابعاد مختلف حکومت داری ما تسلط نداشته باشیم، اسرار ما فاش باشه، پولی ما دو دست دیگه کس باشه و اما اقتصاد ملی خودی ما در نظر گرفته نشه و مثال مسائل دیگه که در این بس از صحبت تیم شما خارج از وقت زیاد را میگیره، پس حاکمیت ملی ما یعنی چی؟ حاکمیت ملی رو میگن که مردم سر اراضی خود، سر حکومت خود، سر دارایی های خود، بلی سر آنچه که به مردم افغانستان مطابق قانون اساسی تعلق داره سر رو حاکم باشه. وقتی که حاکم نباشه و در معرض دسترسی دیگر ها قرار داشته باشه، پس حاکمیت ملی یعنی چی؟ بله تشکر. باش میشه من حیث بحث آخر اگر شما در بحث هایتان اشاره داشتین اما مشخص تر اگر اشاره بفرمایین که بالاخره حکومت وحدت ملی مشخصا وزارت مالیه و بورد تصفیه یا داوطلبی کابل بانک
کدام مسائل باید در نظر بگیره و ای چقدر حساس است این مسئله مسلم کامرشال بانک واقعا جدی است و ایره جدی بگیره و یعنی آنچه را که نماینده وزارت مالیه به رسانه ها گفته اونا گفتن که این مسئله بسیار جدی نیست واقعا جدی نیست و اگر جدی است چگونه باید این مسئله جدی گرفته شد؟ ما صرف شما از طریق رسانه هم شنیده باشین که در نتیجه آخر قبلا هم خدمت شما عرض کردم که مجلس سنا به این نتیجه رسیده که این معامله با طرف پاکستانی قطعا مجاز نیست و در نتیجه گیری که در بحث مجلس سنا به وجود آمده روی این مسئله بالاخره به این نتیجه رسیدن که هر معامله که میشه با یکی از بانک های با اعتبار خود افغانستان صورت بگیره خواه جوینت استاک است خواه هر بانک دیگه است و هر امتیازی که برای دولت میده او بهتر است به تناسبی که همین معامله با مسلم کمرشل بانک پاکستان صورت بگیره. بله بسیار تشکر آقای سید صفی الله هاشمی د مشاوران جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال مننه کوم. قدرمن لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوم. بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مو له ملشه.